مناطق شمالی سوریه، منبج. آماده باش نظامیان ارتش اسد برای مقابله با حمله احتمالی ترکیه. منازعه میان آنکارا و واشنگتن بر سر کردهای دموکرات سوریه ساکن این شهرهای مرزی پس از توییت‌های دونالد ترامپ وارد فاز جدیدی شده. ترامپ می‌نویسد اگر پس از خروج آمریکا از سوریه ترکیه به کردها حمله کنه، ما اقتصاد ترکیه را نابود خواهیم کرد. فصل خطاب سخنان ترامپ حمایت از این کردهای دموکرات در مقابل تهدید ارتش اردوغانه، هرچند که او تاکید میکنه از ادامه ی حضور سربازانش در این جنگ بی پایان گریزانه و به دنبال ایجاد تنش و تحریک کردها نیست. این دو عضو ناتو یعنی واشنگتن و آنکارا بر سر تروریستی بودن یا نبودن کردهای دموکرات سوری اختلافات کهنه‌ای با یکدیگر دارند. اردوغان این کردها را متفاوت از کردهای پکک نمی‌داند و از حضور آنها در شهرهای مرزی مجاور با ترکیه احساس خطر می‌کند. سخنگوی رجب طیب اردوغان در پاسخ به این رویکرد ترامپ در توییتی نوشت: تروریست نمی‌تواند متحد و شریک شما باشد. ترکیه انتظار دارد که آمریکا به شریک استراتژیک خود پایبند باشد. به نظر می‌رسد ترک‌ها عزم خود را جزم کردند تا با تمام قوا مقابل این کردها بایستند. پس از عملیات شاخه زیتون در آفرین، نه نشست سه‌جانبه با مسکو و تهران این هدف را متوقف کرده و نه پیشنهاد منطقه امن بیسمایلی واشنگتن. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه اردوغان امروز بار دیگر با تاکید بر مذاکره دیپلماتیک دو طرفه برای رسیدن به یک راه حل درست به جای خط و نشان کشیدن در رسانه‌های اجتماعی گفت که ترکیه مخالفتی با تعیین منطقه امن نداره، اما ترسی هم از فشار اقتصادی نداره، چرا که بیشک نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. این در حالی است که پیشتر همتای آمریکایی چاوشاوغلو مایک پومپو در سفرش به منطقه گفتگوی تلفنی با او را برای رسیدن به توافق دو طرفه رضایت بخش توصیف و اعلام کرده بود که نگرانی ترکیه برای حفظ تمامیت ارضیش در برابر تروریسم منطقی است. اما حفظ امنیت کردهایی که در کنار آمریکا جنگیدند هم بسیار مهمه. به نظر میرسه سهم خواهی جبهه‌های جدال در جنگ 8 ساله و فرسایشی سوریه همچنان ادامه داره. دمشق میزبان هیئت پارلمانی تهرانه. آنکارا به منبج تسهیلات نظامی ارسال میکنه. واشنگتن در ادلب میماند و مسکو در شهرهای شمالی برای کودکان و مردمان جنگ دیده بسته های امداد توزیع میکنه. در این آمد و شدها آیا کسی برای فردای این کودکان فکری کرده؟ پیروزه جابانی، اتاق خبر.